سلام به قسمت سوم از ماجرای مسافرت تا اینترنت خوش اومدید توی این پلی من اردیشه کاوینی از کانال چاره کامپیوتر و علیرضا کریمی از کانال نتورک دریمز داریم سعی میکنیم به شما بگیم که از خونتون تا اینترنت چه اتفاقی میفته و قرار خیلی ریز و با جزئیات کامل به تکنولوژی هایی که این وسط استفاده میشه بپردازیم پس با ما همراه باشید علیرضا جان سلام سلام اردشی جان سلام هم میکنم به دنبال کننده های کانالمون امیدوارم که ویدیوی خوبی باشه این ویدیو مرسی خیلی ممنون خب علیرضا ما قسمت قبلی در رابطه با وی دی اسل صحبت کردیم و قسمت قبل در رابطه با ای دی اسل صحبت کردیم تقریبا میشه گفت کل خانواده دی اسل رو پوشش داریم یه سری تجهیزات رو هم یاد گرفتیم که حالا این تجهیزات مهمه که بچه ها حتما قسمت قبلی رو دیده باشن چون تو بعدیام هی داریم از همونا اسم میبریم میگیم مثلا فلان چیز میاد جایگزین فلان چیز میشه حالا امروز قرار بریم سراغ فیبر قرار بریم ببینیم که آقا اینقدر میگن فیبر نوری و همه جا دارن تو بوق کردن میکنن که ما تا باید همه چیزو به فیبر نوری مجهز بکنیم چه اتفاقی داره میفته ولی قبل از اینکه بریم سراغ تکنولوژی اینترنته من ازت میخوام که در رابطه با خود فیبر هم یه توضیح بدی واسمون اصلا این فیبر نوری چه مزیتی داره چرا انقدر نازکتره چه تکنولوژی داره توش استفاده میشه میدونم که خودت هم توی دوره نتورک پلاست یه جلسه احتمالاً کامل در موردش داری من خودم هم دارم ولی الان میخوایم خیلی کوچولو در حد سه چهار دقیقه یه چیزی بگی که یه آشنایی بچه ها داشته باشم نگاه کنین اگه بخوایم در مورد خاصیت حساب فیزیکی اینها بگیم ویژگی های فیزیکیشون بخوایم صحبت کنیم توی سیمایی که ما استفاده میکنیم کابل شبکه معمولا مس استفاده میشه حالا کابل یو تی یا اگر بخوایم تا مقایسش کنیم با اون سیم هایی که توی تلفن استفاده میشه اینا مس هستن توی فیبر نوری اومدن از شیشه استفاده کردن یا پلاستیک استفاده میکنن که این علاوه فیزیکیش میشه حالا بحث ویژگی های دیگرش اینه که فیبر یه خاصیتی داره که شما رو محدود نمیکنه یعنی شما مثلا از یه فیبر وقتی بیاین استفاده کنین اون دوتا اصطلاحا بهش میگن ترانسیوره هایی که دو طرف این فیبر میذارین اونها مشخص میکنه که شما چه سرعتی میتونین بگیرین یعنی شما از یه فیبر میتونین سرعت یک گیگ بگیرین ده گیگ بگیرین و یا صد گیگ بگیرین و یا 400 صد گیگ بگیرین اون فیبر عوض نمیشه خیلی از مواقع که این یه مزیت خیلی بزرگی هستش حالا خود فیبر ها هم اگر بخوایم یه تقسیم بندی کلی در موردشون انجام بدیم دو تا دسته هستن فیبر های مالتی مود هستن و فیبر های سینگل مود هستن که توی فیبرهای مالتی مود اینطوری هستش که چند تا پرتو نور داخلش وجود داره اما توی فیبرهای سینگل مود یه دونه پرتو نور داخل این وجود داره حالا طریقه ارسال کردنش هم از طریق مثلا یا LED و یا, یا از لیزر استفاده میشه برای انجام این کار خب این تفاوت سینگل مود و مالتی مود اینه که سرعتاشون فرق میکنه یا نه یا پهنای باند بیشتری مالتی مود میتونه بده نه بیشتر بحث مسافت مطرحه شما با فیبر سینگل مود فاصله های خیلی زیادی رو میتونین داشته باشین مثلا حتی تا 80 کیلومتر رو با فیبر سینگل مود میتونید داشته باشین اما فیبر مالتی مود محدودتره مثلا برای داخل یه ساختمون یا یه مجموعه از فیبر مالتی مود استفاده میشه حالا خوبیش هم اینه که فیبر مالتی مود هزینه تجهیزاتش هم پایین تره یعنی شما اگر بخواین ترنسیور بخرین براش یه سری دستگاه دیگه بخرین تو فیبر مالتی مود ارزون تره تو سینگل مود ها گرون تر استش اوکی. Okay. خب جنس شیشه و پلاستیک فیبر رو گفتی سوال بعدی اینه که وقتی مثلا میخوان کاب کشی بکنن حتی تو ساختمون و اینا یه ذره دقت بالاتری نسبت به کابل مسی که ما میکشیم نیاز داره دیگه دلیل اینکه گرونتر هم هستش پیاده سازیش همینه دیگه درسته و اینکه مثلا نباید بشکنه باید از یه آرکی پیروی بکنه برای اینکه مثلا میخوای خم بزنی و اینجور چیزا اینم یه بگو درسته نگاه کن سیم مسی بیشتری داره پس ما کابل های یو تی پی یا سیم تلفنی میخوایم استفاده کنیم خیلی راحت این کابل رو میتونیم خمش کنیم مشکل پیش نمیاد اما چون جنس داخل کره اینها خیلی ظریف هست و جنسش هم شیشه هست یعنی فیبرای سینگل مود حتی از مثلا موی سر انسان هم ممکنه ظریف تر باشه این اگه با یه زاویه بیشتر خمش کنیم ممکنه بشکنه حالا خودش جالبش اینه که علاوه متراژ بخوایم فیبر رو بخرین فیبر ارزونتر از کابل مسی در میاد از کابل شبکه در میاد اما برای مثلا ترنسیوراش یه هزینه مجزا بدین و اینکه اگر بخواین مثلا به همدیگه دیگه متصلش کنی یه سری تجهیزات میخواد دیگه کار راحتی نیست مثلا بعد فیوژن بشه یه فرد متخصص میخواد دستگاه خاص میخواد که بیاد این کارو انجام بده خب فکر میکنم بس در رابطه با فیبی یه کوچولو الان توضیح دادیم حالا بریم سراغ اینکه اینترنت فیب که قراره به ما بدن چه اتفاقی میفته طبق معمول از سمت کاربر شروع کنیم و بریم جلو ولی حواست باشه که یه ذره با جزئیات و هم چون تکنولوژی هم جدیده و اطلاعات زیادی ازت میخوام علیرضا ببخشید میخوام از زیاد کنم <تصفح> نه از سمت یوزر بیان شروع کنیم اولین دستگاهی که شما باید داشته باشین یعنی پروایدر حالا یا در اختیار شما قرار میده بهتون میفروشه یا میگه خودتون بخرین یه مودم هستش که حالا ما سادهش میکنیم میگیم مودم خود پروایدر اگه بخواد به شما بگه اینو میگه ONU حالا مخفف اپتیکال نتورک یونیت میشه عملا همون مودم هستش یه طرفش وصل میشه به شبکه داخلی خونه شما مثلا کامپیوترتون وصل میشه اون طرف دیگهش میاد فیبر میخوره حالا یه ویژگی جالبی هم این فیبرایی که توی تکنولوژی که برای FTTH استفاده میشه دارن حالا اینو هنوز نگفتیم تکنولوژی که FTTH میاد ازش استفاده میکنه تکنولوژی پان هست حالا پان میشه مخفف پسیو اپتیکال نتورک اون ویژگی جالبی که میخواستم می بگم اینه که میاد از یک کور فیبر استفاده میکنه اگر شما تو اترنت حالا دیده باشین معمولا وقتی که میاد به پورت سویش یا روتر شما وصل میشه شما دو تا رشته فیبر دارین دو تا کور فیبر دارین یکیش برای ارسال یکیش برای دریافته اما توی پان فقط از یه رشته استفاده میشه حالا چجوری میان ارسال و دریافت رو انجام میدن میان از طول موج های متفاوت استفاده میکنن برای ارسال اون به حساب نوری که دارن میفرستن اینجوری میتونن روی یک کور هم ارسال داشته باشن هم دریافت که این خودش باعث میشه توی اسکیل بزرگ خیلی هزینه ها بیاد پایینتر شما حساب کنین برای هر مشترک شما به جای اینکه یک کور ببرین مجبور باشین دو کور ببرین آره آره این هزینهش خیلی بیشتر میشه پس این قسمت مودم شد اینجوری حالا ب... گفتیم ما میگیم بهش میگیم مودم FTTH یا مودم فیبر نوری بهش ONU هم میگن و چیزی که الان عرف بازار و معمول تو بازار ایران هواوی دیدم دیگه برند دیگه من ندیدم هنوز حد دقل دقیقا هواوی خیلی زیاده فکر میکنم شرکت شاتل داره تجهیزات زاکسل استفاده میکنه چون خودش هم یه شرکتی داره تو ایران به اسم دلسا که فروشنده این تجهیزات زاکسل هستش اون میاد از زاکسل استفاده میکنه بقیه تقریبا همه دارن از هواوی استفاده میکنه درست پس یه تفاوت اصلی اینه که دیگه نباید مودم بخریم باید بریم حتما یه دونه ONU یا مودم فیبر نوری یا FTTH بگیریم درسته خودی کلمه FTTH هم بگو واسمون اینم باحال بود آره حالا اینا یه خانواده هستن که بیشتر حالا میشه گفت اطلاعات یعنی اصطلاحات بیزینسی FTTX بهش میگن وقتی میگن FTTH میشه فایبر تو ده هوم یا مثلا شما ممکنه یه جا بشن میگن FTTB فایبر تو ده بیزینس آره و حالا مثلا خیلی چیزای دیگه هم براش در آوردن اما تکنولوژی که داره پشت صحنه استفاده میشه تکنولوژی شبکه‌ای که داره استفاده میشه پان هست که حالا این پان گفتیم مخفف پسیو اپتیکال نتورک هست که انواع مختلفی داره مثلا جیپان الان چیزیه که خیلی مرسومه پرووایدرها دارن استفاده میکنن که این جی که وجود داره برای گیگه مثلا حالا یه سری جاها که دارن میرن مثلا سرعت های بالاتر تنجی پان دارن که میخوان با سرعت های تنجی برسن یا حالا به خانواده این هم میگن ایکس پان که حالا اون ایکس میتونه یک باشه ده باشه 40 باشه هر چیزی باشه خب من وقتی وقتی میخوام که به یه کسی پیشنهاد بدم که برو ببین که تو محلتون بهت FTTH میدن یا نه میگم برو دورو بر بگرد یه سری باکس سفید رنگه خب بعد آرم مثلا مخابرات روشه آرم شاتل روشه اینا آسیاتک روشه اگر اینو دورو بر خونت دیدی یعنی اینکه به تو هم میتونن اونجا فیبر نوری بدن و برو درخواست آره. فیبر نوری بدن این باکسه چیه؟ از خونه بعد یه کاب یه نفی بیاد تا این باکسه این باکسه چیه و این چی کار میکنه؟ درسته، نگاه کنین فیبر رو که به حساب اون شرکت میاره میاره داخل این باکسه و اونجا تقسیمش میکنه یعنی بین چند تا مشترک میاد تقسیمش میکنه اینجا رو از این باکس ها ممکنه جاهای مختلفی هم داشته باشن یعنی یه سری کافو هم خودشون مشابه همون حالا اسمایی که توی فیبر استفاده میکنن خیلی ممکنه متفاوت باشه اما آخرش همونه مشابه اون کافوهایی که توی ADSL داشتیم و تو سطح شهر شرکت ها میسازن و فیبراشون رو از اونجا استفاده میکنن یعنی از اونجا میان از زیر زمین رد میکنن دیدین که دارن خیلی شهرها رو الان حفاری میکنن با یه عرض نسبتا کمی مثلا ده 15 سان دارن میکنن و بعد از این میکرو رد میکنن که تعداد کورای خیلی زیادی فیبر توش وجود داره مثلا ممکنه صد و خورده کور فیبر رو رد کنن از زیر زمین یه دفعه درسته خب پس اون حالا مسیر رو بخوای بگی بعد از خونه ما رو بگو میخوام بدم اون اسپلیتره داخل همین جواب قرار گرفته یا نه اون جای دیگریه نگاه کنید این اسپلیت از خونه یوزر که میره به سمت به پرووایدر دم راه ممکنه یک یا چند تا اسپلیتر تو مسیرش باشه حالا جاهای مختلف ممکنه قرار گرفته باشه این اسپلیتر یه اسپلیتر کاملا پسیون یعنی هیچ برقی هیچ دستگاه خاصی نیستش فقط یه دستگاهی که یه طرفش مثلا از سمت پرووایدر بخوایم در نظر بگیریم این فیبر رو میاره مثلا به 32 تا تقسیمش میکنه یا به 64 تا تقسیمش میکنه حالا اگر فرض کنیم یه لول فقط ما اسپلیتر داشته باشیم این وسط از سمت پرووایدر یه خط فیبر که اومده مثلا تقسیم به 32 شده به 32 تا مشترک داره میره اینجا از اون طرف اسپلیتر رفته به سمت یه دستگاهی سمت پرووایدر که بهش میگن OLT optical line terminal که خیلی شبیه همون DSL که توی تکنولوژی DSL داشتیم. حتی اینجوری بهتون بگم یه سری وندورها مثلا مثل هواوی شما همون دستگاهی داشتیم که قبلا به اسم DSL میشناختین و میتونین لاین کارت مثلا ADSL داشته باشین روش، لاین کارت BDSL داشته باشین و لاین کارت مثلا جیپان داشته باشین. یعنی یه باکسیه که همه این ها رو میتونه ارائه بده. ADSLی بخوایم بهش نگاه کنیم بهش میگیم DSL یعنی DSLی بخوایم بهش نگاه کنیم اگر بخوایم از اصطلاح شبکه پان براش استفاده کنیم میشه OLT درسته پس از خونه ما از خونه من و همسای بغلی و همه اینا میاد ای کابل فیبر نوری س... کابل نگم دیگه فیبر میاد میره تا این دستگاه هایی که توی دیوارا وست شده و اونجا احتمالا یه اسپیلیتر قرار داره که مثلا 32 تا یا 64 تا میاد وست میشه به یه دونه فیبری که میره حالا یاد تا یه اسپیلیتر دیگری یا یا راست تا مرکز مخابرات درسته؟ درسته, درسته. وقتی مرکز مخابرات هم وست میشه به همین OLT ها که مشابه همون دی اسلام های قدیمی هستن دی اسلام هستن دقیقا. بعدش چه میفته؟ بعدش هم حالا این قسمت ادامهش خیلی شبیه همون دی میشه یعنی پشت سر این او تی ما یه روتر داریم که همون بیرس هستش یعنی کانکشنی که رو مودم شما ست میکنین یوزرنیم پاسورد میاد یه تانل ایجاد میکنه تا اون روتری که اسمش بیرس هستش مثل همونجا شما دوباره یوزرنیم پسورد وارد میکنین یوزرنیم پسوردتون روی این, رو این روتر چک میشه فرستاده میشه برای سرور تریپل ای و رو سرور تریپل ای حالا چک میشه ببینه درست هست یا نه تا اجازه کانکت شدن به شما بده پس دوباره مثل همون قبل ما الان یه دی اسلم داریم یا اولتی داریم یه بیرست داریم درسته و چک کردن درسته. و ایناش هم دوباره میره سراغ همون تریپل ای سرورمون دیگه تریپل ای سربه. آره اوکی. خب الان ما مسیر رو طی کردیم و مسیر رو تقریبا دیدیم خیلی فرق نمیکنه ولی FTTH کلی مزایا داره نسبت به خانواده DSL کوچیکترینش میشه گفت سرعته درسته درسته خب حالا بریم سراغ این در با مزایای FTTH نسبت به خانواده دی برامون بگو شاید یکی از چیزهایی که خیلی به چشم میاد و مهمترینش باشه که بهش اشاره کردی بحث سرعت یا همون پهنای باند هستش شما الان مثلا با این اف میتونید سرعت های خیلی بالایی رو بگیرین حالا اگر پرووایدر نیاد شما رو محدود کنه ممکنه حتی تا یک گیگابیت پر رو هم بگیرین روی این سرویس حالا چون اسپلیت میشه معمولا تقسیم میشه اما سرعت های مثل 300 مگابیت پر الان خیلی رایج هست مثلا ما خیلی جاها دیدیم که دوستای خودم یا شرکت هایی که رفتیم براشون دارن 300 مگابیت پر رو راحت میگیرن یه مزیت خیلی مهم دیگه هم که وجود داره اینه که بحث فاصله هستش توی VDSL شما دیدین مثلا یه محدودیت هزار متری داشتین که باید تا حالا اون کافو یا مرکز مخابراتی این فاصلتون از این کمتر بود که بتونین این سرویس رو بگیرین و یا توی ADSL حالا این میشد عددهایی مثل 4 کیلومتر توی FTTH اما این محدودیت هستش نمیگیم کلا وجود نداره اما خیلی کمتره شما باید توی فاصله 20 کیلومتری باشین که این 20 کیلومتر معمولا خیلی فاصله زیاده یعنی اگر پرووایدر اومده باشه سرویس داده باشه رو بحث فاصله شما مشکلی پیدا نمیکنه که بگن حالا فاصلتون زیاده کیفیت پهنای باندتون پایینه این داستان براتون پیش نمیاد پس هم مشکل فاصله حل شد هم مشکل سرعت حل شد دیگه چی درسته حالا این مزایاش برای کاربر بود برای پرووایدر هم مزیت داره یکی از مزیتاش برای پرووایدر اینه که هزینه هاش میاد پایین تر چطوری؟ داستان اینه که مالکیت اون شبکه سیمه مسی برای کی بود؟ شبکه سیمه مسی تلفنی که تو کشور داری برای مخابرات که سیما رو کشیده برای مخابرات دقیقا حالا فرض کنید من یه شرکت دیگه ای هم مثل آسیاتک شاتل یا هر شرکت پرووایدر دیگه ای من باید می اومدم یه پولی میدادم به خاطر اجاره به ازای هر کدوم از این خطها به مخابرات یعنی ماهیانه مخابرات میومد منو شارژ میکرد میگفتش که اینقدر باید پول بدی چون داری از این های من استفاده میکنی چون بستر یا اون زیرساخت برا منه حالا اینجا مالک خود این زیرساخت ها خود شرکت های اف سی دیدین که هر کدومشون یه سری استان ها رو دست گرفتن و دارن حفاری میکنن و بعد میکنن و اف تی این فیبرا رو دارن میخوابونن کف زمین مالک میشه خودشون دیگه لازم نیستن این اجاره رو بدن به مخابرات حالا درسته این سری جا مجبورن یه باجای دیگه بدن یعنی مثلا با که زمین رو بکنن بعد یه پولی به شهرداری بدن یه سری از اون کرای فیبرشون رو بدن به شهرداری این داستانه وجود داره اما به اون حالت که مالکیت با مخابرات باشه اونجوری نیستش دیگه خب این یه مقدار میاد پایین یه بحث دیگه که وجود داره قیمت سیم مسی با فیبر سیم مسی خیلی گرونتره نسبت به فیبر اگه دیده باشین الان خیلی جاده س... به حساب این سیم مسی های مال مخابرات حتی میدوزدن چون مس گرونه اینا رو میان میدوزدن که ببرن بفروشن اما فیب وسطش پلاستیکه یا شیشه هست ارزش هم نداره زیر زمین هم هستش یعنی اصلا دیگه اون صرفه هم نداره برای دوزده که حتی بخوام بدوزدن اینو از این جهت پس برای سرویس دهنده هم خوب میشه و اینکه وابستگی به مخابرات هم نداره یعنی شما حساب کنین داشتین یه سرویسی میدادین که اون زیر ساختش مال مخابرات بوده هر وقت میخواسته میتونه مثل مثلا حالا یه یعنی مدار شما رو اذیت کنه ب... بهتون خوب سرویس نده چون منو دیدین رانجه شدن و بعد مخابرات انجام بده یا خیلی بحثایی دیگه شما دیگه اون وابستگی رو به مخابرات نداری خب علی جان حالا اگه برگردیم یه ذره توی حالت لاجیکال شبکه ارسال و دریافت دیتا چجوری داره انجام میشه ما گفتیم که اون وسط اسپلیتر وجود داره و خودت گفتی که این دیوایس ها دیوایس ها اسپلیتر دیوایس های هن. دیوایس پسیو نمیتونه تصمیم گیری بکنه که این دیتا مال کیه برای کی بفرستم مثل هابای قدیم که تو شبکه اینترنت بود اینجا مشکلی پیش نمیاد مشکلی که ممکنه پیش بیاد ای که ممکنه وجود داشته باشه دغدغه امنیتیه چون دیتا وقتی که آره داره میره از سمت OLT به سمت یوزرها میاد تو اسپلیتر مثلا اون دیتا برای مثلا 32 نفر ارسال میشه حالا این دیتا خب نباید دیتای من به دست کسی دیگه ای برسه داستانی که وجود داره یه اینکریپشنی بین OLT و اون ONU سمت یوزر انجام میشه و فقط هر ONU میتونه دیتای مربوط به خودش رو دیکریپت کنه و این باعث میشه که شما این امنیت رو تو این لایه داشته باشین برای داده ای هم که از سمت یوزر داره برمیگرده میاد میره به سمت به حساب OLT او تو اونجا هم اینجوریه که یه تایم فریمی به هر کدوم از اینها اختصاص داده میشه دادهشون رو میفرستن اون طرف خیلی مشکلی وجود نداره حالا همینجا که داریم صحبت میکنیم من سرعت هم بگم توی جیپان سرعت داون استریم یعنی از سمت OLT به سمت یوزرها پورت هایی که وجود داره معمولا 2.5 گیگابیت پر هستش سرعت آپستریم یعنی روی اون پورتی که روی اولتی وجود داره سرعت هلوش 1 و 5 صدم گیگابیت پر سکند هستش یعنی چون یوزرها داونلود بیشتری مسلما میخوان داشته باشن داونلودشون تقریبا دو برابر آپلودشون در نظر گرفته شده یعنی اون 1250 اون یکی 2500 دقیقا یک شو با درصد گفتی یک شو با عدد آه. و روند گفتی امکان داره کسی قاطی کنه 2500 دو سرعت دانلود و 1250 سرعت آپلود این حد سرعتی که میتونه بده ولی احتمال داره که به خاطر اینکه چند شاخه شده و همه دارن همزمان استفاده میکنن یا خود سرویس هنده شما رو محدود کرده باشه تراتل کرده باشه کمتر استفاده کنی اینم وجود داره حالا یه تفاوت دیگه ای هم که همینجا داره اینه که روی اون OLT مسلما پورت های آپلینکش باید سرعت های خیلی بیشتری داشته باشه چون شما مثلا یه کارت گذاشتین دارین به سی نفر چل نفر یه سرویسی میدین که پهنوباندش خیلی بیشتره هاتون حداقل باید ده گیگ باشه اگه بیشتر هم باشه که خب خیلی بهتر درسته فقط یه سوال الان خیلی امنیتی میشه ولی این احراز هویت و اون اینکریپشنی که بین OLT و ONU اتفاق میفته این بار اول چجوری انجام میشه من این دمیدل وسط نمیتونه وجود داشته باشه از روز اول و چیزی رو خراب کنه یکی از خوبی های فیبر اینه که روش اسنیف کردن خیلی سخته مثلا شما روی سیم مسی ممکنه با یک کاری بتونین این دیتا رو در بیارین اما رو فیبر نوری چون ذاتش علاوه بر خواص فیزیکیش دارم میگم این خیلی سخته چون اگه کس بخواد من این میدل باشه باید بره اون وسط کابل رو ببره یه شاخه دیگه بگیره یه فیوژن بزنه تا بتونه دوباره واسه همین احتمالش کمتر یه کار جالب دیگری که دم میشه انجام داد من خودم تا حالا پیاده سازی شده ولی خب توی تصویر و آموزش ها اینا هست اینه که میشه از این تکنولوژی پان به جای اترنت هم استفاده کرد یعنی یه شبکه داخلیمون رو بیم با این پیاده کنیم میدونم که در موردش تحقیق داری و اطلاعات داری اینم برامون توضیح میدی آره حتما حتما کنیم. ما توی شبکه های حالا اگه اسمشو بذاریم سنتی نه چون قرار نیست خانه جایگزین اترنت بشه توی تکنولوژی اترنت یه طراحی شبکه‌ای داشتیم که طراحی حالا سلایه‌ای بهش میگفتیم یه لایه کور داشتیم یه لایه داشتیم یه لایه اکسس داشتیم علی ببخشید اگه از روی عکسی چیزی داری میگی این عکس رو بده که بعدا هم اضافه کنیم بچه هم ببینن دقیقا از رو همون تو آره داره آره داره حتما داره. حتما من این عکس رو الان میفرستم که حتما رو ویدیو داشته باشی من رو همون توضیح میدم الان اینجا مثلا تو این عکسی که من جلوم بازه ترایی شبکه اترنت و سمت چپ داریم ما اینجا یه لایه کور داریم که یه تعداد سویچه یه لایه دیستریبیوشن داریم که اینجا دو تا سویچ داریم یه لایه اکسس داریم این هم یه تعداد سویش هستن و از این لایه اکسس ها میاد کابل همون کابل یو تی پی کشیده میشه میره برای هر کارمند ما مثلا تلفن هم داشته باشه و سیستم هم داشته باشه حالا توی پان چطوریه شما این سویش لایه کورتون رو همچنان دارین اما اینجا توی دستریبیوشن میایین به جاش یه التی میذارین و یه تعداد اسپلیتر قرار میدین اینجا از این اسپلیتر ها هم فیبرا رو میبرین برای هر یه یوزر میان یه اونتی در نظر میگیرین و میان تجهیزات یوزر رو به این ONT ها وصل میکنین حالا این ممکنه وقتی شما بیاین البته همیشه اینطوری نیستش ها ممکنه شما توی شبکه‌ای که میخواین از صفر اجرا کنین بیاین برآورده هزینه کنین بیاین ببینین این دیزاین پان که سمت راست وجود داره مثلا هزینهش خیلی کمتر شده نسبت به این حالت اترنت مخصوصا اگر فاصله ها زیاد باشه این کابل های یوتیپی کابل های گرونی هستند این خود سویش ها سویش ها دستگاه گرون قیمت تری هستند اما اینجا ممکنه هزینه هاتون خیلی پایین تر باشه پس این امکان رو دارین همچنین اینجا پهنای باند های خیلی خوبی هم شما میتونین بگیرین این طرف شما اگر مثلا بخواین 10 گیگابیت پر سکن داشته باشین خیلی مثلا ممکنه کابل های خیلی درون قیمت بخواییم بگیرین اما فیبر خوبیش اینه که شما از همون بستر فیبر قبلی میتونین استفاده کنین یعنی مثلا یه زمان یه گیگابیت پر سکند رو استفاده کردین بعد حالا فقط کافیه بیاین این اولتیاتون رو این اولتی رو ارتقا بدین یا تیار رو ارتقا بدین این فیبر ها همون یکی های قبلی میمونن و شما مثلا ارتقا پیدا میکنه شبکتون به 10 گیگابیت پر سکند. پس یعنی واقعا فیبره چیز نداره محدودیت سرعت خودش نداره نه نه ترانسیور دستگاه های دو طرفش هستن که مشخص میکنن یعنی شما از همین میتونید سرعت یک گیگ بگیرین میتونید ده گیگ بگیرین چه جذاب خب و نکته دیگه این که چون اون سویچ اصلیه همچنان همون سویچی که قبلا داشتیم بوده میتونیم این شبکه رو هیبرید در کنار شبکه قبلی هم پیاده کنیم دیگه یه ساختمونمون اونجوری پیاده شده این یکی رو این پیاده کنیم و در کنار هم کار کنیم دقیقا دقیقا خیلی هم جذاب نکته دیگه در رابطه با یه مورد دیگه که فقط بعد نیست الان بگم روی این شکلم اگر من خودم اینجا دیدم یادم افتادش اگه نگاه کنین اینجا اومده نشون داده که تلفن مسترم به این ONT زده که این ONT همون چیزی بود که ما بهش میگفتیم مودم FTTH خب اگر مودم هم دیده باشین یه پورت تلفن هم به شما میده که کانکتور RJ11 میخوره الان هم ها اگه دیده باشین میبینین که همشون یه سرویس تلفن هم دارن یعنی رو همون بستر میتونن به شما سرویس تلفن هم بدن بعد این به وایپ سرور داخلی مون هم میتونه وصل بشه یا یه راست باید فقط از اون استفاده بکنه از اونی که پرووایدر میده حالا رو خود اون اونتی شما پورت داره که میتونید تلفن بزنید برای کاربر برای خونگی خب این ایدئاله اما اگر بخواد به شما سرویس وایپ بده امکان این رو هم داره سرویس دهنده که به شما سرویس وایپ بده آقا دمی شما گم اگه نکته دیگه مونده بگو اگر که جمعش کنیم نه دست شما درد نکنه خیلی ممنون اردشی جان وقت گذشتی این ویدیو رو با هم دیگه ضبط کردیم مرسی از تو امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید اگر سوالی دارید بپرسید ما میخونیم توی قسمت بعدی جواب میدیم و همین دمتون گم فعلا خیلی ممنون بچه ها لطف کردین وقت گذشتی این ویدیو رو نگاه کردین خدا نگهدار